پرتغالی ها جمعه گذشته با حضور در برابر کاخ ریاست جمهوری پرتغال صدای خشم خود را به گوش مقامات این کشور رساندند. وسط اعتراضات مردمی، طبقه سیاسی و حتی اتحادیه‌های کارگری را شگفت زده کرده بود. آنها مخالفت قطعی خود را نسبت به آخرین تدابیر سختگیرانه‌ای که پدرو پاساس کوئلو نخست وزیر خواستار اعمال آن در سال 2013 بود نشان دادند. پس از جلسه 8 ساعته دولت، نخست وزیر متقاعد شد که باید از آنچه در سر داشت عقب نشیند. به این ترتیب او از افزایش کسورات از حقوق کارکنان از 11% به 18% در سال 2013 و نیز کاهش سهم کارفرمایان از 24% به 18% منصرف شد. این رقم برابر با انتقال 2 میلیارد یورو از بخش کارگری به بخش کارفرماست که نخست وزیر از این طریق در نظر داشت تا درصد بالای بیکاری یعنی 15.7% را کاهش دهد. اما محاسبات اشتباه از آب درآمد و اعتراضات بالا گرفت. در وهله نخست حقوق بگیران ناراضی هستند. این کار نه به کارفرما کمک میکند و نه به کارگر. در پایان یک سال به اندازه حقوق یک ماه ضرر داده ایم و چون هزینه ها هنوز بالاست، کارفرما نمیتواند دستمزدمان را بالا ببرد. صاحبان بنگاه تجاری نیز از این وضعیت سودی نمیبرند. این سیاست عمل نخواهد کرد. اگر کارکنان کسورات بیشتری بپردازند و در نتیجه من کمتر بپردازم، درصدی که من میپردازم به اندازه این نیست که بتوانم یک فرد دیگری را استخدام کنم. از این رو جواب نمیدهد. به دنبال افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 23% در سال 2012 و همینطور افزایش مالیات بر درآمد، پرتغالی ها بیش از گذشته صرفه‌جویی پیشه کردند. رکود اقتصادی در این کشور در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و ظاهراً چشم‌انداز روشنی پیش رو نیست.